استلار از ارزهای آینده دار و خاص بازاره و مالکی نداره. در دنیای استلار همه چیز متعلق به جامعه است. نرم افزار اون روی شبکه‌ای باز و غیر متمرکز اجرا میشه و روزانه میلیون ها تراکنش رو پردازش میکنه. استلار برای همزمان سازی شبکه مثل بیت کوین و اتریوم مبتنی بر بلاک چینه. اما تجربه کاربری اون مثل پول نقده، سریعتر و ارزونتر و با مصرف انرژی کمتر. 369ی عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جذاب دیگه. امروز قصد داریم به تحلیل و پیشبینی ارز دیجیتال استلار بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. ارز استلار چیست؟ با توجه به گفته سایت این شبکه، استلار پلتفرمی برای اتصال بانک‌ها و سیستم‌های پرداخت و افراده. هدف این شبکه انتقال سریع و امن و تقریباً بدون هزینه پوله. استلار تکنولوژی پرداخت متن بازی است که مشابهت‌های زیادی با ریپل داره و بنیانگذار اون یعنی جد مک‌کالب هم بنیانگذار ریپله. در ابتدا ریپل و استلار از پروتکلی یکسان استفاده می‌کردن، اما استلار با انجام فورکی در اوایل سال 2014 باعث ایجاد پروتکل اجماع استلار شد. برخلاف ریپل، استلار متن بازه. استلار مثل سایر ارزهای دیجیتال از تکنولوژی بلاکچین استفاده میکنه. در این شبکه غیر متمرکز هیچ نهاد مرکزی و تصمیم گیرنده‌ای وجود نداره. تمام جزئیات تراکنش ها در استلار روی بلاکچین اون به عنوان یک دفتر کل عمومی ذخیره میشه و هر کسی قادر این دفتر کل و جزئیات تراکنش ها رو ببینه. در شبکه استلار اطلاعات به جای اینکه در یک منبع متمرکز مثل یک بانک جمع‌آوری بشه، بین گره‌هایی به هم پیوسته یا سرورها توزیع میشن. کلیه تصمیمات و تاییدهای صورت گرفته در این شبکه از طریق پروتکل اجماع استلار انجام میشن. مدت زمان رسیدن به این اجماع 3 تا 5 ثانیه است. در ورژن اول ارز دیجیتال استلار به دلیل حضور آقای کالب در تیم ریپل شباهت‌های زیادی بین این دو وجود داشت. این شباهت حتی به حدی بود که مالکین ریپل و استلار رو وارد یک چالش بزرگ کرد. در اواخر سال 2015 الگوریتم جدیدی برای استلار معرفی شد و کدهای اون دوباره بازنویسی شدند. تعداد کل توکن XLM موجود 100 میلیارده که به صورت متمرکز و با گذشت زمان توسط بنیاد توسعه دهنده استلار به صورت خودکار عرضه میشن. هدف پروژه استلار. این پروژه اعلام کرده که قصد داره 60% از کل پرداخت‌های فرامرزی در ناحیه رو انجام بده که کشورهای استرالیا، فیجی و تونگا رو شامل میشه. این امر باعث ایجاد ارتباط بین مشاغل کوچک و غیر انتفاعی و مؤسسه های بانکی برای انجام تراکنش های تجاری میشه. برای مثال کشاورزی در ساموا میتونه به خریداری در اندونزی متصل بشه و تراکنش انجام بده. سرعت بالای تراکنش ها. استلار میتونه تا 2000 تراکنش در ثانیه رو پوشش بده. کارمزد پایین تراکنش ها. به این دلیل که هدف اصلی استلار ایجاد پروتکلی برای انجام تراکنش ها با هزینه کمتر نسبت به بانک ها و سایر مؤسسات مالیه. پشتیبانی از ویژگی های مختلف
از جمله قراردادهای هوشمند و قابلیت چند امضایی، داشتن شبکه غیر متمرکز، همکاری با شرکت‌های مطرح دنیا از جمله IBM مثل اتریوم، امکان ساخت توکن انحصاری هر شرکت روی بلاکچین استلار وجود داره. پروژه استلار مشابه ریپله اما خدماتی گسترده تر عرضه می کنه. استلار اپلیکیشن های جهانی پرداخت رو ارائه کرده و از ارزهایی پشتیبانی می کنه که توکن معادل اونها در شبکه خودش وجود دارن. افزون بر این، استلار از صرافی غیر متمرکز داخلی برخورداره که به کاربران امکان مبادله رمز ارزها و فارکس و سایر اوراق بهادار رو میده. استلار از خدمات ریز تراکنش هم پشتیبانی میکنه که در مواقع انعام دادن یا پرداخت حق عضویت کاربرد داره. پیشبینی قیمت و ارز توکن استلار. انتقال پولهای فیات فرایندی گرون قیمت و زمان بره و استلار این فرایند رو ارزون و سریع میکنه. از XLM برای پرداخت کارمزد تراکنش ها و مدیریت حساب ها در شبکه استلار استفاده میشه. در نتیجه افزایش استفاده از شبکه باعث افزایش قیمت این رمز ارز خواهد شد. استلار که در حال حاضر در رتبه 24 مارکت کپ قرار گرفته، با افزایش تقاضا در اوایل سال 2018 میلادی، قیمت استلار به بالاترین مقدار خودش تا امروز یعنی 87 سنت رسید. بعد از اون قیمت این ارز دیجیتال در اکثر اوقات سال 2018 روندی صعودی داشت. استلار با توجه به کارایی بسیار فوق‌العاده و به درد بخور، آینده درخشانی در پیش داره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید به نظر شما تا پایان سال 2021 ارز استلار چه قیمتی خواهد داشت؟ به نظر شما با وجود تفاوت‌هایی که بین ریپل و استلار وجود داره، کدومشون پروژه قوی‌تریه؟ در آخر فراموش نکنید به کانالمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.